درود بر یاران عزیز، سام سرابی هستم با جلسه ویژه درباره آواتارها در فرهنگ سانسکریت یا هند باستان. و بسیار جالب خواهد بود برای شما این مطلب، چون برای اولین بار من دارم در ایران این مطلب رو عنوان میکنم و مقایسه ای رو میکنم با مبحث اِوولوشن یا تحول داروین و مبحث آواتارها در فرهنگ سانسکریت هند. اونجور که گفته میشه در 15000 سال پیش آدی یوگا، یعنی اولین یوگی که هندوها نام او رو شیوا مینامند، از آواتارهای مختلف صحبت میکنه و به پیروان خودش درس میده. خب خیلی جالبه وقتی آواتارهایی رو که اون نام میبره یا سطوح آگاهی مختلفی رو که از بشر نام میبره رو مقایسه کنیم با تحول یا نظریه تکامل داروین. اما من فکر کنم اگر به شما چند تا عکس رو نشون بدم شما خیلی راحت تر بتونین این قضیه رو متوجه بشین و بسیار بسیار برای شما جذاب خواهد بود وقتی با این عکس ها بتونین مقایسه بکنید. آواتارها حالتهای مختلف آگاهی هستن. اگر ما آگاهی بشر رو در جایگاه خدایی به نام ویشنو قرار بدیم که تجلی پیدا میکنه در وجود بشر، 10 آواتار مختلف یا 10 حالت آگاهی مختلف برای او در نظر گرفته میشه، همینطور که اینجا میبینید. اما اولین حالت یا اولین آواتاری که برای بشر در نظر گرفته شده و آدی یوگا از اون نام برده، ماتسیا آواتار هست که حالت ماهی رو داره. ما در نظریه داروین میبینیم که اولین موجود زندهی هم که دیگه تقریبا توی آب برای خودش هویتی پیدا میکنه ماهی هستش و اینجا هم ما میبینیم ماتسیا آواتار یک ماهی هستش. بعد از اون ما کورما آواتار رو داریم که یک لاک پشت هست و کورما یک دوزیست هست، همینطور که میبینید سوار بر یک لاک هست و کورما آواتار هست و اولین دوزیستی هستش که از آب تازه سر در میاره و میاد بیرون و دقیقا تطابق داره با نظریه داروین. اما بعد از اون ما واراها آواتار رو داریم. واراها آواتار اولین پستانداریه که دیگه از حالت دوزیست خارج میشه در فرهنگ هند و توی جنگل برای خودش راه میره و شروع میکنه به زندگی کردن. و میدونین که در نظریه داروین هم اولین پستانداران خیلی شباهت دارن به همین گراز و به گونه ای استخوان‌های بسیار محکمی داشتن اونطور که قید میشه. و این واره ها همونطور که میدونین بسیار بدن قوی رو در میان تمام پستانداران دارن. در واقع میشه گفتش که در برهه تریاسیک داروین ما میتونیم یه چنین پستانداری رو ببینیم. اینجا هم یک تشابه دیگر ازش میبینید. اما بعد از اون آواتاری که نام بردم، آواتار دیگری است به نام نارسیمها. و نارسیمها به گونه یک نیمه انسان و نیمه حیوان هستش که از اون نام برده میشه. همطور که میبینید اینجا ما نارسیمها رو داریم که بعد از واراها قرار داره و بعد از واراها یه نیمه انسان نیمه حیوانه. شاید بشه گفتش که انسانهای اولیه که هنوز از حالت میمونی بیرون نیومدن در از نظر نظریه داروین همین نارسیمها باشن که از اونا نام میبره. نیمه حیوان و نیمه انسان هستن. و اما بعد از نارسیمها ما آدم کوتوله ها رو داریم یا دوارف ها رو داریم که اصطلاحاً در زبان سانسکریت به اونا گفته میشه وامانا. وامانا یا کوتوله ها. با در نظریه داروین هم داریم انسان های اولیه انسان هایی بودن که خب پشت خمیده‌ای داشتن و کوتوله بودن و تو نظریه تکامل اگر ببینین مشابهش رو میتونین پیدا بکنین و در واقع میشه گفتش که این وامانا ها که کوتولایی بودن شاید بتونیم اون رو با یکی از دورانهای نظریه داروین مقایسه بکنیم. و اما پس از اون، پس از وارماها یا پس از وامانها، ما پاراشوراما رو داریم و پاراشوراما انسانی هستش که برای اولین بار یاد میگیره که چگونه سلاح به دست بگیره، خشم بوده، جنگی بوده و برای اولین بار کار با سلاح رو یاد میگیره، کار با آتش رو یاد میگیره. خیلی شبیه انسان قارنشینی هستش که حالا ما میتونیم مقایسه بکنیم که البته میبینید اینجا هم
چون شاهان پیشدادیان ایران هم مثل هوشنگ و اینا اولین بار مثلا تونستن آتش رو پیدا بکنن، طهمورث و هوشنگ و سیاوش رو ما رو اون دوران پیشدادیان میبینیم که یه مقایسه هایی هم گاهی میشه با کارهای فردوسی که از یه گونه ای از انسان صحبت میکنه که در کوه زندگی میکنه و تازه یاد گرفته کمانی به دست بگیره و سلاحی داشته باشه و جنگی بکنه. بهشون میگن پاراشوراما، پاراشوراما. اما بعد از اون ما راما رو داریم که راما اولین انسان متمدن هستش در فرهنگ، که دیگه شهرنشینی اونجا میادش و میبینی خیلی با کلاس‌تر شده و این راما یکی از خدایان هند هستش و یکی از آواتارهاست، از حالتهای آگاهی هستش که راما رو داریم به عنوان متمدن. اما بعد از راما ما کیو داریم؟ بعد از راما ما کریشنا رو داریم. کریشنا زمانی است که دیگه بشریت به سیاست رسیده و این باگوا گیتاس البته در جنگ بزرگیه که بین خیر و شر صورت میگیره، این آروجانه که داره اینجا کریشنا بهش درس میده که چگونه در جنگ شرکت بکنه و شخصیت کریشنا شخصیتی هستش که در واقع میتونه، ببینید هنر میاد اینجا کم کم هنر ارزش پیدا میکنه، کریشنا به فلوت زدن معروفه، کریشنا کسی هستش که در واقع حیوانات رو هم رام میکنه و ما میتونیم بگیم که کریشنا برای اولین بار دامپروری و اصلاح نژاد دام رو اینها رو هم انجام میده در آیین هند. اما بعد از اون ما میرسیم به بودها، یعنی سطح آگاهی بودا. انسان به تعقل رسیده و به فکر رسیده و یک حالت مدیتیتیو و مراقبه پیدا کرده و در جایگاه بودا قرار میگیره. حالا شاید بحث بودای تاریخی اینجا نباشه، این بحث آگاهی انسان است که یک آواتاری به نام بودا میشود و حالت آگاهی او به سطح بودایی میرسد و وقتی که انسان به سطح بودایی برسه، پس از اون وقتی به تفکر میرسه که در پایان کالی یوگا یا عصر آهن یا بدیها هستش، اون وقت هستش که انسان یاد بگیره که تمرکز بکنه، مراقبه بکنه و خودش رو از چرخه سمساره و شرطی شدگی رها بده و به کمال روحانی برسه. اون وقت هستش که نوبت ظهور کی میرسه؟ نوبت ظهور کالکی، یا میشه گفتش که منجی بشریت. میبینید که در همه ادیان ما این منجی بشریت رو داریم، در بودیسم مایتریا رو داریم، در دین مبین اسلام مهدی موعود رو داریم و در خیلی از ادیان دیگه خب حضرت مسیح در مسیحیت هستش و میبینیم که اینها هم دقیقاً در 15000 سال پیش صحبت شده، بر روی اسب سفیدی میاد، شمشیری بر دست داره، کالکی، و میاد و دنیا رو به صلح و صفا میرسونه پس از اینکه در واقع عصر بودا تمام میشه و بوداگی تمام که میشه و متوجه میشیم و من چیزهای منفی رو میشناسیم و تسلط اونها بر ما موقعی که زیاد میشه، در واقع ما در اوج این که مراقبه میکنیم سعی میکنیم خودمون رو از اون دنیای منفی نجات بدیم و به شامبالا یا مکان صلح درونمون بریم و وقتی یاد بگیریم یک انسان مدیتیتیو باشیم، اون وقت هستش که ما چرخه آواتارهامون به پایان رسیده و ما تونستیم اون سطح آگاهیمون رو کامل کنیم و به بدی فائق میشیم و اون وقت هستش که کالکی میاد و ما رو رهنمون میکنه به دنیای شامبالا. میبینه این هم یکی از چیزهای دیگه کالکی هستش که در هند موجود هست، دقیقا بر روی اصل سفیدی هست که آمده است و برای نجات بشریت آمده و اینجا هم میدونی که خب بعضی از کالت ها یا فرقه ها هستن در هند که بسیار به کالکی اهمیت میدن و کالکی رو به عنوان مرکز کار خودشون قرار میدن و بعد از بقیه آواتار ها هم صحبت میکنن. باز اینجا هم ما اشکال های دیگه ای رو داریم و اینجا هم باز نوع دیگه ای رو از کالکی رو داریم که میبینیم که اینجا با سیبیل و خوشگل نشونش دادن و این هم حالت های مختلفی که من یه بار دیگه برای شما توضیح دادم در یک شکل بسیار زیبای دیگه. از ماهی بگیریم، ماتسیا، کوروما، وارما، نارسیم ها و اون کتوله که بهتون گفتم، دوارفی که بهتون گفتم که میشه وامانا، و سپس میرسیم اینجا به اون انسان های اولیه که هستن به نام پاراشوراما، سپس راما متمدن، کریشنا آگاهی کریشنایی، بعد حالت بودا یعنی آگاه مدیتیتیو و بعدش هم کالکی. خب بسیار جالب هستش که این تشابه رو ما به گونه دیگر ولی اساطیری و افسانه‌ای با نظریه تحول داروین داریم. خب امیدوارم که مورد توجه شما واقع شده باشه. من خیلی دیگه سریع سعی کردم که این مطلب رو براتون با موبایل به صورت ساده و صمیمی در اختیارتون قرار بدم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه.
در نهایت جای فکر و بحث زیاد داره، اما این شباهت و این قرابت بسیار جالبه و قابل تأمل و قابل اندیشیدن. خیلی ممنونم ازتون. بدونید که میتونید در کلاس‌های فراروانشناسی، ذهن آگاهی، یوگا، بیداری کندالینی، زبان‌های باستانی و فراروانشناسی من شرکت بکنید که شماره تلفن اون رو میتونید زیر پست‌های من پیدا بکنید و از اینکه کانال من رو لایک می‌کنید و پست من رو لایک می‌کنید و اون رو به اشتراک بذارید ازتون ممنون هستم. تا جلسه بعد شما رو به ایزد منان می‌سپارم. سام سروی هستم. قربان همه شما. خدا نگهدار.